که خاک عزیزم را به دست باد سحر دادم، کجاوه دل لرزان را به تند باد سفر دادم، شبی که پیر مرادم را ز پشت اشک نظر کردم، ز کوی کودکیم تنها غریب وار گذر کردم. همان شبی که دلم ترسان به یاد ساقی ترسا بود، همان که با می خلارش رفیق گریه ماها بود، شبی که کشورم ایران را به روی نیل رها کردم، چنان که مادر موسایم رها به دست خدا کردم، شبی که خانه به دوشان را حریف هم سخنی آمد، برای رهرو به تبعیدی رفیق همچومنی آمد، همون شبی که مرا مادر ز پشت عشق تماشا کرد، برای توشه راه من دعای خیر مهیا کرد، شبی که یاد رفیقان را به صبحگاه اوین بردند، شکوفه های غزل بر لب به قهر و خشم و به کین بردند. دلم شکسته تر از آن شب هنوز در پی دیدار است، پرنده در قفس زرین پرنده نیست، گرفتار است. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 17 تیر ماه 8 ماه ژوئیه به شما سلام میکنم. در روزهایی که موجودی نادان و حقیر در سیاست و در عمل به نام نوری جواد المالکی، پارچه فروش سابق زینبیه، داره دور بغداد حصار میکشه که فکر میکنه حصار مثلا اون وحشی های داعش رو جلوشونو میگیره، که پیغمبرشون هم دیدیم دیگه، آقای ابوبکر البغدادی با ساعت رولکس بر بالای منبر، خیلی جالب بود. عمامه سیاه دیروز گفت رسول الله روزی که به مکه وارد شد در اون روز عمامه سیاه گذاشت، ایشون هم گذاشته به سبک رسول الله و ابو مسلم خراسانی. بله، جهانم تقسیم کردن، هندم اومد جز خراسانو بگذاریم. اما نکته که میخوام بگم، دیروز با دکتر دوشوکی صحبت میکردم، اتفاقایی که داره میفته از به خاطر وجود جمهوری شیعه ولایت فقیه اتفاقای بسیار خطرناک و نگران کننده است. خبر شدم که در بلوچستان 7000 مسجده، در شهر سرباز بین سرباز و خاش در فاصله 100 کیلومتر 700 تا مسجده، 200 تا مسجده، 500 تا مسجده. بلوچستان یکی از آزادترین مناطق ایران بود از نظر تسامح مذهبی، آزاداندیشی. الان با کانالایی که شروع شده، خب وقتی کانال شیعه قزاوینه میاد اونجا میشینه چرندیاتی راجع به ام المؤمنین، راجع به اصحاب پیامبر میگه، طبیعیه اون برم میره درست میشه، یکی هم میاد اونجا میشه. این رافضی ها به ما میگه رافضی، نتیجه حکومت مذهبی اینه. دکتر باقرزاده مقاله نوشته بود راجع به زنده یاد دکتر شاپور بختیار، خیلی خوشحالم، دیروزم گفتم وقتی باقرزاده میاد مینویسه، حالا از علی شاکری من همینم انتظار داشتم که باید علی بیاد بنویسه، چون یار دکتر بختیار بود حداقل تو خارج. اونایی که در به بختیار خنجر از پشت زدن، هیچ کدوم زبونشون لال شده، هیچی نمیگن. اما دکتر نقره‌کار اومد نوشت که من چقدر از این انسان چقدر خوشم میاد، از اون روزی که از ایران اومده بیرون. پزشکه، شرح حکایت خودشو در بچه‌های اعماق نوشته، مراد قصه اوست، ولی یه لحظه نشسته، مرتب تحقیق، کتاب، تألیفات بسیار ارزندال از کانون نویسندگان گرفته. من دکتر نقره‌کار و محمد علی بهمنی عزیزم به من معرفی کرد، اون زمانی که انتشارات چکیده رو
باز کرده بودن، اون طرف های نارمک اونجاها بود، نظام آباد. بعد کتاب قسان کنفانی رو که من ترجمه کرده بودم، اون رو هم ادبیات مقاومت در فلسطین اشغال شده، اون رو هم منتشر کرد. بهمنی رو من غزلهاشو خیلی دوست داشتم در این زمانه قیل و قال پرست، چی بود یادم رفته، غزلشو خیلی قشنگ بود. به هر حال دکتر نقره‌کار رو اونجا دیدم، بعدم که اومد و رفت عالم که در فلوریداست. ولی در اون بچه های اعماقش اصطلاحات و مطالبی رو عنوان میکنه که آدم همجوری بر میگرده به کودکی، به اون روزها، و یه شخصیتی اونجا داره به نام شریعت که همه ما تو زندگیامون داشتیم، یک چپ آزاداندیش سابق که یه دفعه دست از همه چی میکشد و با می خلار حال میکند و اون زمان ناطق نوری رو میشناسه، اون زمان میدونه آخوندا فلسفی کیه، هنوز علم نیامده که تو خاطراتش بگه تو زندان براش عرق و تریاک بردن. ولی روزی که حکومت آقای خمینی عرضه شد و در برابر دکتر شاپور بختیار گفت دیکتاتوری نعلین هزار بار خطرناکتر از دیکتاتوری چکمه است، کسی توجه نکرد. اون صبح صادق بود و ما مسحور بر فجر کاذب اقتدا کردیم. و حالا دکتر فاش میکنه که در اون تاریخ که ایران شهر رو در میورد با شاملو و ضیاء موحد بر سر موضعی که گرفته بودن در واقع به نفع خمینی و انقلاب و علیه دکتر بختیار باشون بحث کرده و یه شماره روزنامه منتشر نشده. جالبه ها، آدم اینا رو که میبینه به یادش میفته که بختیار چقدر تنها بود. باورتون نمیشه در مطبوعات فقط من یکی بودم، فقط من پشت سرش بودم، باهاش بودم تا آخرین لحظه زندگیش. هرگز راهمو از او جدا نمیدونستم. بختیار برای من نماد آزاداندیشی بود. حالا خاطرات زندیاد مهندس زیرکزاده رو که میخونم میبینم که از او با چه احترام یاد میکنه. این کتاب زمانی در میاد که دکتر بختیار رو اهالی ولایت فقیه سر بریدن، ولی مهندس زیرکزاده اونطور از بزرگی، آزادگی و ایران دوستی او و اعتقاد و ایمانش به راه مصدق، به قانون اساسی مشروطه صحبت میکنه. با اون یاران ناجوان مردی که رهاش میکنن و فراموش میکنن که بختیار نماد یک نظام سکولار و دموکرات است. خب ما لیاقتمون شاید این بود. نگاه کنید ولی فقیه در دانش، یعنی برای استادا داره سخنرانی میکنه. خوب حرف یه تیکه حرف ایشون رو گوش بدید تا من براتون بگم آیا ماها بیمار بودیم. گوش بدیم اینو ببینیم چه میگه. از مدیران دانشگاه ها و مسئولان گوناگون مدیریتی دانشگاه رو مرکز جولان سیاسی و تلاش ها و فعالیت های جناح‌های سیاسی قرار نده. سم مهلک حرکت علمی این است که دانشگاه ها تبدیل بشن به باشگاه های سیاسی، کاری که در یک دوره انجام گرفت. خب حضرت مؤمن، حضرت آقای ولی امر مسلمانان جهان، پس به شاه بدبخت چرا ایراد میگرفتین؟ تازه در زمان او که تمام کار ما سیاسی بود تو دانشگاه. یک قرون بلیت اضافه شد، چه کردیم ما تو دانشگاه؟ خود بنده بودم. از دانشکده حقوق تا دانشکده فنی چه کردیم ما؟ بگویم اون بدبخت چی میگفت؟ تازه اون امتیاز میداد، اتاق دانشگاه کوی دانشگاه بود، غذای دو تومنی بود اونجا، چلو خورشت و چلو کباب بهت میداد دو تومن. همه جورم آزاد بودیم، کتابخونه دانشکده حقوق کتاب مارکس هم میگفتیم میخوندیم. بیمار بودیم ما؟ شماها پچه رو اون وقت اینقدر از نبود آزادی، آقای خمینی از نبود آزادی برای دانشجوان و استادان میگفت. مگه رژیم گذشته چی میگفت؟ میگفت آقا محیط دانشگاه محیط علمیه،
تازه تظاهرات و کارهای سیاسی رو تا یه حدی تحمل میکردن. تمام طول دوران تأسیس دانشگاه تا امروز همیشه دانشگاه سیاسی بوده، در تمام جهان دانشجو سیاسیه. معلوم دانشجو وقتی در اون سن پر از احساسات، عواطف، ظلم رو میبینه، فقر رو میبینه، واکنششون میده. ولی شما اومدید ریشه هر فعالیت سیاسی رو دارید میزنید، بعد شما به رؤسای دانشگاه میگی نگذارید دانشگاه مرکز جولان سیاسی بشه. پس آخه چه بیماری بود به اون بدبخت شاه اونجوری تکلیفشو بکنیم که با چشم اشکبار بره؟ مگه اون چی میگفت؟ تازه ما تظاهرات کردیم دانشگاه یک قرون دوزار بنزین اضافه شد، از اینزبورگ دستور داد قیمت رو برگردوندن سر جاش، اتوبوس برگرد سر جاش. تازه اتوبوس ها رو مثل اینجا کرده بودن، زنجیره ای بود، یعنی یه دونه سوار می شدی سه مسیر رو می رفتی گفت 5000 بده، داد و بیداد نه 2000. شما قیمت ها رو مقایسه کنی بابا، به خدا اون پدر و پسر رو باید طلا می گرفتیم. شما دموکراسی های متعدد دوروبرمون بودن، ما حسرت دموکراسی رو می خوردیم. اون وقت دموکراسیمون هم که بشه کی از توش میاد بیرون؟ مسعود رجوی، نگاه کنیم دیگه، کیانوری، دیکتاتورای که هزار صد رحمت به دیکتاتورای تاریخ، دستشون به جایی نرسیده به افرادشون چیکار میکنن. من شنبه این فیلم آقای محمدی رو دیدم، مصطفی محمدی، همین جوری عشق ریختم. چطور با یه پدر یه سازمان میتونه این کار رو بکنه؟ اینا دموکراسی میخوان تو ایران بیارن؟ بوق شیپور رو نمیدونم بچه دانشوی لهستانی رو با دو شب با دوست دخترش پشت بیا پاریس حال کن، با اتوبوس ور میدارن میارن، فیل هوا میکنن، نمیدونم آقای جولیانی بیاد اونجا واسه، افسر سابق ارتش آمریکا، هر کدوم 1,500,000 پول بگیرن بیان اونجا دست بزنن برای مریم خانوم. اینا دموکراسیه؟ جامعه ما دموکراسیش همینا رو میده بیرون. یعنی چی دموکراسی؟ دموکراسی که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستریش باشه، یه آدمکش، محسنی اژه‌ای دادستانش باشه، صادق لاریجانی بزرگترین مقام قضاییش، این دموکراسیه؟ ما از رژیم شاه کندیم، یه رژیم متمدن که بقول خودشون، بقول آقای تاجزاده، آزادی‌های اجتماعی داشتیم، فرهنگی داشتیم، همه چی داشتیم، آزادی سیاسی نداشتیم. حالا داریم؟ آقای خامنه‌ای داره به رؤسای دانشگاه تهدید میکنه نذارید دانشگاه جولان بدن سیاست، اندیشه های سیاسی. ایداد ویداد، آقای خامنه‌ای 35 سال پیش اینو میگفتی تو دانشگاه فردوسی مشهد، اینو به دانشجو میگفتی تو سخنرانی های جمعه ها، کلاس قرآن اینا رو میگفتی به دانشجوها، یا میگفتی برین آشوب بکنین به هم بریزین. ایداد ویداد، این معرفت اسلامی و صداقت و انصاف؟ عجب عجب جمله ای شما گفتی. خودت بشی این جمله رو ببین و برگرد 35 سال پیش، 36 سال پیش، بیانیه های صادره از جانب حوزه و روحانیت مبارز تهران، این مهدوی کنی در حال مرگ یا مرده که با گیاهی زنده نگرش داشتن، بیا نگاش کنی. شما اینو میگفتین اون زمان؟ یا شاه رو به عنوان کشنده آزادی ها، سرکوبگر حرکت دانشجوی دانشجویان؟ ای داد بیداد، فریبکاری و دروغ. ای کاش چشم و گوش ملت ما باز بشه، ای کاش ببینند چه جور فریبکاری و دروغ به عنوان یک چیز خوب داره به خورد ملت داده میشه. دروغ، فریبکاری، تظاهر، دزدی، مافیا، همه رو کنار هم بیچینن تبدیل میشه به چی؟ نظام بیبدیل جمهوری ولایت فقیه. آقای امیر عبداللهیان نوکر اسقر حجازی که معاون وزارت خارجش کردن، از بحرین بیرونش کردن، چه گند کاری های کرده، میاد میگه ما از مالکی دفاع میکنیم. از مالکی که 90% مردم عراق ازش متنفرن،
یه دفعه آقایون دموکراتیک شدن. بله، آقای مالکی در انتخابات از همه بیشتر رأی برده. عجب، شما به این اصل معتقدید؟ معتقدید که در انتخابات هر کی رأی بالاتر آورد باید تکلیف نخست وزیری به او بشه؟ چرا سال 2010 همین آقای قاسم سلیمانی رفت تو عراق به همه بزرگان گفت اگر دکتر عیاد علاوی که برنده انتخابات بود و بالاترین کرسی ها رو داشت نخست وزیر بشه، ما 100,000 نمیدونم چقدر میلیارد از عراق غرامت جنگی خواهیم خواست و پوست عراق رو میکنیم. این دست گل مالکی رو شما به دامن عراق گذاشتید. ولی اگه دکتر عیاد علاوی اومده بود، عراق امروز 1,000 کیلومتر به سوی دموکراسی رفته بود و اوضاعش هم خیلی بهتر بود از آنچه داریم میبینیم. اینجوری هم در آستانه تفکیک و جدایی قرار نگرفته بود. این شما بودی و حالا شما به رأی مردم اعتراض می‌کنید. رأیی که آقای مالکی با میلیارد دلار پول خرج کردن، آقای باغبان و آقای حسن دانایی فر شیعه های بدبخت رو با 100 دلار 200 دلار بردن رأی بدن با آقای مالکی. این رأی حالا تازه 93 تا 95 تا کرسی داره، 365 تا 70 تا کرسی بقیه که هستن نمیخوان این مردک رو. و نمیشه که شما بری تهدید بکنی به حکیم و به عمار حکیم و به مقتدا صدر رو به آقای علی ادیب و به بقیه که آقا اگر مالکی نباشه پوستتون رو میکنیم، کمک ها رو قطع میکنیم، نمیدونم نفستون رو میگیریم. خب حکیم میدونه، عمار میدونه کی پدرش رو به سرطان مبتلا کرد، میدونه کی عموش رو کشت، میترسه. مقتدا صدر اینو میدونه که چجوری بردنش تو قم و چی. اون وقت از تمام اینا وزارت اطلاعات فیلم و مدرک و غیره داره. من از خود یکی از نزدیکان عمار حکیم شنیدم و تهدیدشون میکنه که این فیلم ها رو میزیم بیرون، حالا زندگی خصوصی داشته هرچی داشته، باشون این کار رو میکنن، خودشون دلال محبت میشن، زمینه رو میچینن بعد میرن فیلم برداری میکنن، وقت تهدیدشون میکنه. این نظامه. یه وقتی کاک مصطفی هجری یه فیلمی برای من فرستاد دیدم، دبیر کل حزب دموکرات کردستان، یه برادر خواهر بودن که دستگاه اطلاعات سپاه اینها رو مبتلا به ایدز کرده بود و فرستاده بود تو کردستان برن پسر و دختر و زن و مرد رو آلوده کنه و این دو رو وادار کرده بودن با هم نزدیکی کنن، برادر و خواهر، ازشون فیلم گرفته بودن. این اخلاق کسانی است که از پستان ولایت فقیه شیر خوردن. بسیار متاسفم امروز وقتی حرفای دکتر دوشوکی رو شنیدم و اینی که در بلوچستان 7,000 مسجده پاسخ اونه، پاسخ اون حسینی سازی است که اینا کردن. 750 آخوند تو ماه رمضان فرستادن بلوچستان، آخوند شیعه. دو تا بچه کرمانشاهی سنی رفتن زاهدان، با چند تا از مشایخ دیدار کردن، هر دو رو گرفتن. چطور 750 تا آخوند شیعه میفرستیم بلوچستان؟ دو تا سنی کرد میرن اونجا میگیرینشون، اسم بلوچستان رو دارن حذف میکنن، همه جا میگن سیستان. نقشه تکه تکه کردن بلوچستان رو نمیدونن. وقتی چنین کاری میکنن داعش ایجاد میشه، پای داعش به بلوچستان میرسه، یک خیز دیگه جیش الاسلام هم میشه داعش. مگه آقای بغدادی اول اینجوری بود؟ نخیر، فوق لیسانس حقوق بود، ارتش رفته بود، خدمت کرده بود، نمیدونم آدم حسابی بود، اینجوری شد. وقتی آقای مالکی میره رو سر متحسنین انبار بم میریزه، الان رفته کردستان عراق داره میزنه، توس خرماتون رفته بم ریخته روش، داشت با فرماندارش صحبت میکرد تلویزیون. بسیار من متاسفم و نمونه چیزی رو که دارم میبینم این امامزاده بازی. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اون حیوانات داعش میرن مجسمه ها رو تو موصل منفجر میکنن، امامزاده ابراهیم و یه امامزاده دیگه. من کاری به امامزاده ندارم، ولی یه بیانیه تاریخیه.
میرم منفجر میگم کاری که مغولا میکنه، مغولا کردن، تاتارا کردن. تو یمن همین حیواناتی نظیر همین داعش، تمام این آثار مقابر بزرگان و غیره و غیره همه رو منفجر کردن، پاک کردن. در تونس خواستن این کارو بکنن، مردم تونس جلوش ایستادن. این جانوران اسلام ناب انقلابی محمدی در هر دو وجه شیعه و سنیش، اینها کسانی هن که دنیای امروز رو میخوان برگردونن 1400 سال پیش. فکر نکنید آخوندای ما اگه دست خودشون بود، اگه زنان ما نبودن، اگه روشنفکران ما نبودن، اگر جامعه ما نبود، جوانای ما، دانشگاهیان ما نبودن، اینا از ملا عمر بدتر میکردن، یادتون باشه. این ایران بود که به خاطر اون پدر و پسر در نقطه‌ای رسیده بود که پذیرا نمیشد، واکنش نشون میداد. ولی افغانستان بیچاره فرصت نداشت، دکتر نجیب الله رو نذاشتن بمونه تا افغانستان رو جلو ببره. امیر امان الله خان بچه سقا انداخت، بعد نادر خان و بعد محمد ظاهر شام خیلی ملایم عمل کردن. یه دکتر نجیب الله شانسشون بود که نذاشتن. تو عراق دکتر عیاد علاوی شانسشون بود که نذاشتن. و امروز این مردک مالکی دو دستی چسبیده، آقای امیر عبداللهیان هم حمایتش میکنه. او بدون اجازه اربابش یک کلمه حرف نمیزنه. آقای وحید حدادیان بهش زنگ زده، آقا فرمودن اینو بگو، چشم. ولی امیر عبداللهیان کیه؟ تو بحرین در حال گفتگو با تروریستا، من فیلمشو دیدم، گرفتنش بعد پرتش کردن از بحرین بیرون، آقای سفیر رو. به هر روی بسیار متاسفم، دارم اینو میبینم، اینا رو مشاهده میکنم و اعصابم ناراحت میشه و متاسف میشم که این اسلام ناب داره ما رو به کجا میرسونه، در چه مرحله قرار گرفتیم. حالا در قسمت دوم برنامه براتون شرح خواهم داد چه خبره تو عراق، در سوریه چه خبره، در ترکیه جلسه اعضای ائتلاف اپوزیسیون چیه، داستان آقای احمد جربا به کجا میرسه، اینا رو براتون خواهم گفت. ولی به نظر من این مسئله حرفای آقای خامنه‌ای خیلی قابل تحمله. به رؤسای دانشگاه و اساتید میگوید نگذارید دانشگاه سیاسی بشه. ای داد بیداد، یه عمر شما تو سر اون بدبخت پدر و پسر زدید که مثلا رضا شاه با دانشگاه 53 نفر گرفتن کار توطئه برای براندازی داشتن، به صدرالاشراف گفت مبادا اینا رو تو دادگاه نظامی محاکمه کنید، چون اونجا برمیدارن جرم امنیتی میکنن، بهشون اعدام میدن. 3 سال زندان، 2 سال زندان. تو کدوم کشور اطراف ما اگر یک مجموعه کمونیستی با این تشکیلات میگرفتن به این راحتی دکتر ارانی رو؟ بله تو زندان ویروس میکروب طاعون بهشتن، نه بیمار شد. 4 تا خائن بودن اونجا که خیانت میکردن و با دستگاه همکاری میکردن، اونجا هم ادعای کمونیستی، بعدم معلوم شد نوکرای شوروی هم. بله به قول دوستی میگو آقا جان، کشوری به نام اتحاد جماهیر شوروی با تمام ابزارها و ستون پنجماش میخواست این نظام رو براندازه و موفق شد. درنگ کوتاهی میکنیم و باز خواهم گرد. Oh.
تام ناردین تام ناردین و منالین بدوستو تام ناردین و منالین بدوستو و درود دوباره دوستان من در لرستان گلایه نکنند. اگر واقعا گاهی موسیقی قشنگی پیدا کنم هرگز دریغ نخواهم کرد که چقدر خاطره دارم از اون سفری که به خرم‌آباد، دو سفر، ولی یه سفرش خیلی پرخاطره بود. مهدی بهنیا با من بود، فرزند زنده یاد محمد بهنیا، سردفتر دو تهران و وکیل مجلس از فریدن. مهدی از امریکا آمده بود با همر. غلام حسین نصیری پورم در بانک کشاورزی کار میکرد. چقدر محبت کرد اسحاق عیدی و دوستان دیگر و آقای شفافی و بقیه. هیچ وقت یادم نه. اسحاق فرزندش در گذشته بود و چقدر داغدار بود. با هم رفتیم فلک و الافلاک و او چقدر اندوهگین بود. نصیری پورم که بعد اومد تهران و امروز شاعر بسیار سرشناس و مطرحی است و بسیارم انسان نازنین. این صحبتایی که براتون راجع به دانشگاه می‌کردم و حرفای آقای خامنه‌ای گاهی اوقات آدمایی مثل من رو به تأمل وامی داره.
نگاه میکنی به موهای سپیدت، نگاه میکنی به زندگیت، نگاه میکنی به خانوادت، به همسرت، به فرزندانت، به نزدیکانت، بعد میبینی در این مدت چه کردی. 35 سال با یه آرزو و هدفی، کشور من به آزادی برسه، به دموکراسی. از تمام ساده ترین مسائل زندگی که همه ازش برخوردارن گذشتی، به عزیزانت، به نزدیکانت ظلم کردی، نبودی، حضور نداشتی، دنبال این بودی که آقا آزادی بریم. بعد از 35 سال آقای خامنه‌ای میاد به چی میگه؟ به استادای دانشگاه میگه تو دانشگاه نباید فعالیت سیاسی باشه. عجب، چرا فریب دادید این همه ملت رو؟ چرا ماها جان و جوان و جوانی و جان و جهانمون رو گذاشتیم ویران شد، زندگی نکردیم، نگذاشتیم نزدیکانمون زندگی کنن؟ همیشه این وحشت و نگرانی و نبودن و دنبال کار و دنبال مبارزه، و نتیجه چی؟ یک پوزش بزرگ، بدهکاری، در برابر مردمت سرتو بلند میگیری، من بودم همه جا، تمام تلاشامو کردم، ولی به خانوادت چی میگی؟ به عزیزترین آدمایی که داشتی چی میگی که بهشون ظلم کردی؟ به خاطر اینکه نگاه کنی تمام ماهایی که تو این زندگی بودیم چجوری زندگی کردیم، شب و روزمونو گذاشتیم، تا چشم کم سو شد، تا هیکل راست قامت نموند. احمد جنتی رو دیدی، حضرت عزرائیل و مرگ رو، 80 سالشه داره جنایت میکنه، و 35 سال پیش کشور رو تو سینی طلا به دست اینا بدی. یه مردی به نام شاپور بختیار اومد گفت آقا نکنید، آقای سنجابی نرو سه ماده بده به آقای خمینی، تو قرار بود بری تو کنفرانس تو بین الملل سوسیالیستا، حاج قاسم لباسچی رو میفرستی جای خودت، چون آقا بهت گفتن، آقای فردوسی پور گفت، آقا گفتن نرو، چون نخست وزیر انگلستان میاد اونجا، آقای کالاهان، شما شرکت نمی و نمیری، بعد سلطنت ایران اعتبار و قدرتش رو از مشروعیتش از دست داده. یه عمر دنبال این بودین که شاه سلطنت کنه، شما حکومت. خب چرا نکرد این کارو؟ شاه که بهتون گفت بیاین، به شما گفت، به دکتر صدیقی. اون شب تو منزل دکتر صدیقی من بودم. من، شما میدونید چقدر به زنده یاد داریوش فروهر علاقه دارم، به پروانه، به این دو نازنین، و چقدر به منم نزدیک بودن. ولی اون شب فروهر و پروانه آمدند، شاهدانی هستن که امروز زنده هن، تو ایران هم میدونن. نامه آقای سنجابی رو برای دکتر صدیقی آوردن. آقا نکن، نزن چوب شما. بعدم اطلاعیه بدن که ایشو عضو جبهه ملی نیست. جبهه ملی چی بود؟ جبهه ملی به خاطر اعتبار صدیقی و بختیار جبهه و زیرکزاده جبهه ملی بود. آقای امیر علایی که برای جبهه ملی اعتبار نمی آورد. آقای امیر علایی ناجوان مردی بود که دکتر بختیار اونجور حمایتش کرد و بهش میرسید. روزی که ویویان دختر دکتر بختیار رفت، ایشون سفیر بود، گذرنامه‌ش رو برد تمدید کنه، پرت کرد گباره بده به بابای خائنه. این آقای امیر علایی بود. تمامشون خودشون نشون دادن، همه تب خمینی گرفتن، همه زندگیمون رو دادیم، همه چی رو دادیم. یک روز آسوده خیال نبودیم، یه روز توطئه رژیم بود، یه روز توطئه نوکرای رژیم بود، یه روز میخواستن بکشنمون. زندگی نکردیم، در رو به رو خودمون بستیم. حسرت این که آدم یه روز بره یه کنسرت گوش بده. همه اینا رو به جان خریدیم که حالا آقای خامنه‌ای بعد از 35 سال بیاد بگه آقا نه دانشگاه جای این هر کار سیاسی. ای پس کجا هست؟ حوزه علمیه هست؟ تصاویر گویا نیوز گذاشته بود از یکی از این مدارس حوزه علمیه،
بهترین ساختمان‌ها رو براشون درست کردن، یه مش بچه بی سواد را افتادن اومدن اونجا، چی شده؟ چهار تا کتاب زرب زیدون امرن درست کردن و هیچی. این شده آینده کشور ما. آینده کشور ما دست آدم های ببخشی جلنبری باشه که اومده میگه خاتمی رو ممنوع صدا کنید، ممنوع سفرش که کردن، انواع و اقسام بی‌حرمتی ها رو که بهش میکنن، که اگر تو این روحانیت یه آدم باشه که آدم میتونه نگاه بهش بکنه، احترام بهش بذاره به خاطر صداقتش، به خاطر فرهنگش، اسمش از محمد خاتمی. اون وقت یک لات تو مجلس عمامه سرشه، میاد نامه می‌نویسه به رئیس مجلس که آقا خاتمی رو ممنوع صدا کنید، چون میدونید هر بار که اون حرف میزنه ولی فقیه میلرزه، هر بار اون حرف میزنه اساس حکومت میلرزه. چون چی میگه؟ تسامح، تساهل، دوستی، مهربانی، احترام، اندیشه، دانش، فرهنگ، گفتگوی بین انسانها و تمدنها. معلومه تمدن با دست لقمه گذاشتن دهن و آروغ زدن نمیخونه با این چیزا، نمیخونه با این چیزا. و تربیت شدگانش هم جانورانی هستین که تو جامعهمون داریم میبینیم، با مش میزنی تو صورت یه خانم، میخواد امر به معروف و نهی از منکر بکنه. آقای جواد قدوسی، یک آدمی که ریشهش رو بریم ببینیم ببینید چه فاسدی است. این آقای جواد قدوسی اومده میگه خاتمی رو، این باقیه با غین، بقیه باقی، این آدمی است که ضد دینه، ضد ولی فقیه. رفتیم دیدن آقا، آقا دلش خونه، آقا گفته موسوی و کروبی رو باید دم توپ میذاشتیم. واقعا هم اگه میتونست میکرد، مثل زمان شاه شهید آقای ناصرالدین شاه دم توپ میذاشتن شلیک میکردن که تیکه تیکه بشه، این کارا رو میکردن. یا مثل زمان زنده خاران، زمان صفویه مینداختنشون تو چاله زنده خاران که زنده زنده بخورنشون، میکردن این کارو، از دستشون بر نمیاد. چرا؟ چون موسوی برگشت گفت آقا جان اگه شما مگه نمیگی انتخابات، مگه نمیگی دموکراسی، خیلی خوب من رأی بیشتر آوردم، چرا احمدی نژاد رئیس جمهور میکنی؟ مردمی هم که رأی دادن اومدن گفتن آقا رأی ما رو پس بدید، چرا به ما بی حرمتی میکنید؟ الان آقای خامنه ای میگه آقا جان دانشگاه که محیط این حرفا نیست، دانشگاه باید نماز جمعه توش خوند، سینه زنی کرد، حسین حسین کرد تو دانشگاه، تا اون طرف هم بره علیه ما بلند شه، تا جنگ مذهبی دامن زده بشه، تا ابوبکر بغدادی بره خلیفه بشه. میگه چطور آقای خامنه ای نایب امام زمان من خلیفه نشه، منم میشم؟ چیم کمتره؟ خوشتیپترم، جوونترم، رولکس هم دارم، میرم بالا منبر میشم خلیفه، سر آدم ها رو میبرم. چرا سر آدم ها رو میبرم؟ حالا بهتون میگم. نگاه کنید مالکی داره با یه سنی رو که گرفته چی کار میکنه. این سربازای مالکی هم، این سربازای مالکی هم ببینیم با یک سنی بدبختی رو که تو خیابون گرفتن بردن تو ماشین، با این چی کار دارن میکنن. اصائب اهل حق همین جوری داره آخوند سنی میکشه، خانواده داره میکشه. اینا کیان؟ نوکرای قاسم سلیمانی، دست پروردگانشون، که حالا آقای مالکی دستشون رو آزاد کرده. نگاه کنید با یک اسیر چه رفتار میکنه. اسلام ناب دیگه، اسلام ناب حسینیه. نگاه کنید. والله احنا مو هنا، مو من ناب العمي. تبارك تبارك محمد، تبارك فيه، تبارك تبارك. خلي خليك ساقع افطر لي. والله لقيته؟ شو ما يحكي ليش؟ الو الو ماني مصورني، طلع 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 طلع
تعال تعال انا ما اريد اشوفك خلاص 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 همین کارو تو سوریه هم میکردن، میگرفتن این بدبخت ها رو رو زمین التماس میکردن آدم های اسد و اونجور میزدن و تیکه تیکهشون میکردن. خب معلومه واکنش اون طرف هم اینه، این نفرت، نفرت داعش رو تولید میکنه. چطور داعش میتونه در عرض 2 ساعت موصل 2 میلیونی رو بگیره؟ به خاطر همین کار هاست. به خاطر اینکه نوری جواد المالکی 4 سال تمام شرکای سنیشو براشون پرونده ساخت. کار به جای رسید که آقای سمیدهی که یه موقعی طرفدار آقای مالکی بود الان از اردن میاد توی العربی میشه صحبت میکنه و میگه لعنت به مالکی، نفرین به مالکی. مگه آقای مقتدا صدر و آقای حکیم از مالکی حمایت نکردن؟ کردن که اون ائتلافو درست کردن، دولت القانون، ائتلاف الوطنیه، وطنی درست کردن دیگه. چرا الان قبولش ندارن؟ اون وقت باید رژیم ولایت فقیه تاییدش بکنه که با اسیر اینجوری بکنه که اون یکم چیکار میکنه؟ سربازای بدبخت رو ردیف میکنه، روز ورودش به موصل تق 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 میزنه اونجور، فجی میکشتشون، سر میبره، به صلیب میکشه. اینا دروی یه سکن، یادتون باشه قصه یه طرفه نیست. این حیوانات داعش از کجا اومدن بیرون؟ داستان همین آقای ابوبکر بغدادی. وقتی سال 2007 آمریکایی‌ها صحفه رو درست کردن، زدن تمام اینا رو رد و پار کرد. همین آقای ابوبکر بغدادی مدت زندان بود. بی‌لیاقتی مالکی باعث شد اینا از زندان بیان بیرون. دو بار ابو غریب، یه بار زندان موصل و جای دیگه اینا رو آوردن بیرون. بعد کجا رفتن؟ رفتن ایران، بخش بزرگیشون در ایران بودن. سپاه قدس آموزششون میداد. چون می‌خواست ازشون استفاده کنه. من یه چیزی بهتون بگم، تکلیف رو روشن کنم. شما اگه فکر کنید در جمهوری ولایت فقیه یک نفر، فقط یه نفر، اعتقادی به مذهب تشیع داره، اعتقادی به حضرت علی داره، اگه داشت، او وقتی ضربت میخوره به پسرش میگه حد اکثر یه ضربت، چون اون یه ضربت به من، حالا قصاص اون وقت متداول بود، در همه جهانم هم بوده، فقط عرب و اسلام و غیره نبود، یه ضربت. تازه اگه ببخشیم بهتره. اینه اون وقت اینا پیرو علی هن. اینا پیرو اونن که شهریار میگه علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه خما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بید، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. اون علی رو تبدیلش میکنم به کی؟ به اینایی که ما داریم میبینیم. مثلا فکر کنید یک آدم فاسدی به نام محسنی اژه‌ای یک کارآفرین رو میگیره میبره، پولاش رو میگیره، بعدم میکشتش. مافرید خسروی الان بلایی که دارن سر بابک زنجانی میارن، خدا فقط خبر داره اون تو چیه. اون بدبخت شهرام جزایری رو چیکارش کردن؟ اگر اینها فاسدن، اینا پرورش یافتگان یک محیط و نظام فاسدن. اینا از روی آسمون نیومدن، از روی کره مریخ نیومدن، فاسدن چون نظام فاسده. بله، میان میگن که بله آقا در ایران، مگه نمیدونید آقا در ایران تمام این بورس و ارز و اینا رو یه بچه 24 ساله به نام جمشید بسم الله درست کرد. آقای احمدی نژاد و بانک مرکزی دزدشو، وزیر دارایی دزدشو، همشو. آقا اصلا ما مشکلی نداریم، ما دلار رو میتونیم 7 تومن بفروشیم. این جمشید بسم الله است که پدر ما رو درآورده. بابک زنجانی میگه مرحوم نوربخش به من 1 میلیون میداد، 2 میلیون میداد، برو تو بازار بفروش، شب سود چند بر میداشتم، بقیه رو میدادم بانک. حالا ببینیم جمشید بسم الله چی میگه. جمشید بسم الله که میبرنش اوین، شکنجهش هم میکنن، لابد پولی هم داشته گرفتن، چون بازجوش بهش میگه آقا جز ثروتت که نوشتی 200 هم لاستیک داشتی،
ننوشته، اشاره نکردی. لاستیک صحن. بریم نگاه کنیم جمشید بسم الله رو بشناسیم. شاید بعض شما هم دیده باشید این فیلمو. جمشید بازار ارز نقش اول گزارش بعدی 23. کسی که اسمش در روزهای طوفانی بازار ارز حسابی خبرساز شد، اما حالا در روزهای آروم بازار ارز خبری ازش نیست. پا به گود کارکشته ها گذاشتیم در جستجوی صاحب یک نام قدیمی. حالا دیگه اسم جمشید بسم الله بر سر زبون هاست. بسم الله داخل پاساژ. آره برو داخل پاساژ. سلام علیکم آقا جمشید. بله بسم الله. از شهرتش میگه. اسمم محمد رضا میرابیه، ولی از بچگی بهم گفتن جمشید. نبودی که ناگیری کرده بودی از بازار دلار رو؟ والا فکر میکردم باید بشینم کنار تا روزش برسه. اوجش رفتی کنار؟ نه تو اوجش رفتم. 4 تومن بود والا روز. نه ما زمانی که ما رو گرفتن اون روز من دقیقا یادم دلار تا 3660 تومن معامله شد. دقیقا یادم 100 تومنی اعلام منفی میزدن. بالا میبردی قیمتو؟ بالا. ببینی بالا اصلا شخص نمیتونه اینجا دلار بالا پایین کنه. ما رو یه ضرب گرفتن گفتن داریم میریم هتل وی. واقعا هم بردنمون هتل وی. بود حالا. بله امیدوارم که هیچکی نره اونجا، ولی بودنش لازمه یه همچین جایی ها. به خدا قسم اگر میخواین جریان چهارپایه رو ببینیم بیا اینجا من نشون. نه اونا اون دوتا سکو نگاه کنیم. تو اون مقطع از تمام ایران اومده بودن اینجا. شاید بهتون بگم خدا شاهده آدم های اینجا بودن. خونه دار اومده بود، راننده تاکسی بود، استاد دانشگاه بود، معاون اومده بود اینجا داشت ارز خرید و فروش میکرد. نه من، خیلی های روی این وای میستدن. فروشمون اعلام میزدیم بعد میومدیم پایین. حالا جمشید 44 ساله مغازه‌ای برای خود دست و پا کرد. اون وقت اوین بودیم؟ 3 ماه خورده تو اوین بودم. آزاد شدین دوباره برگشتین همینجا؟ نه تو بازار بورس بودم. الان هم کار بورس هم انجام میدم، چون بازار بورس از ساعت 9 شروع میشه تا 12:30. اینجا هم معمولا ساعت 11 شروع میشه. به قول معروف دو شغله شدیم چون هزینه ها رفته بالا. اما خریدار دلار داشتی اون موقع میتونی بپرسین؟ دلار من خودم زیاد نداشتم، چون سرمایه من اون موقع تو بورس بود. تو وزارت اطلاعات زمانی که بازجویی میکنن میگن آقا دارایی چی داری؟ دارایی تو میخوان. ما هم اعلام کردیم دیدن همه تو بورسه. دقیقا یادم بازجویم یه روز خندید گفت 220 تا دونه لاستیک سندته نگفتی. گفتم ببخشید یادم نبوده. نه اونم از لاستیک سند، یعنی تمام دارایی من تو بورس بود. کار کاسبی الان خوب هست؟ معمولی. اون موقع خیلی خوب نیست؟ اون موقع هم خوب نبود. تحصیلات دانشگاهی هم داری شما؟ نه. یا تجربی همه؟ نه من دیپلم تجربی هستم. جمشید این بازار رو بازار حرفه‌ای ها میدونه. باید به یه نوعی فراست هوشی داشته باشن که اینجا باید کار کنن و براشون بله. جمشید بسم الله، جمشید میرابی، جوانی که دست پرورده همون محیط دیگه، حالا عرض فروخته در مملکتی که ارز هفت تومن، دلار هفت تومن به برکت اسلام ناب انقلابی محمدی و مغزهای معجزه‌گر و دعای امام زمانی دلار میشه توش 3700 تومن، 4000 تومن، پاند میره بالای 5000 خورده. در همین کنزینگتون، حالا بانک ملی رو کار ندارم، ولی این طرف صرافیایی که رد میشدید پول ها رو که نوشته بودن اونجا، پول ارز ایران هم چهارم یا پنجم بود. پاند من خودم توی کنزینگتون خورد کردم 11 تومن و 6 ریال. انقدر ریال ما قدرت پیدا کرده. توی ده اسپانیایی 1000 تومن رو دادم با نرخ بهتری از بانک ملی برام تسعیر کرد. و امروز رسیدیم به اینجا. اینو از برکات انقلاب دیگه. ملتی دوچار تب میشه، سیدرالله مصطفی رو توی ماه میبینه، ریشا شلای سوره بقره، بعدم انتظار داره بله دیگه باید معجزه الهی سر بزن. اون پدر و پسرم خیانت کردن. راه و رسم زنده بودن، درست زندگی کردن، دانشگاه رفتن، لباس پوشیدن به ما یاد داد. مهندس زیرکزایی تو کتابش می‌نویسه، میگه وقتی شاه اومد
انقلاب سفید رو اعلام کرد، من به دوستان میگفتم آقا مگه ما میشه مخالف اصلاح طرزی باشیم؟ مگه میشه مخالف آزادی زنان و برخورداریشون از حق رأی باشیم؟ آقای خمینی میگفت اسلام رفت دست، اما حالا به رأی زنان احتیاج دارن، چون باید راه بندازن این اهل و عیال رو برن تو کویت. هر کویتی میتونست به 4 تا وکیل رأی بده. اسلامیا خودش بود، 4 تا زنش، 27 تا بچه میرفتن و یه دفعه میدی این آقای باقر، آقای طبطبایی و این امثال اینا همیشه اینا برنده اول میشدن. امیر اومد گفت اینجوری نیست، هر کویتی یه رأی داره مثل همه جای دنیا. اپوزیسیون درست کردن، بایکوت کردن. تو ایران هم الان همین جوره، ماشاءالله خانواده این اهالی ولایت فقیه هر کدوم 30-40 نفرن، اونم میشه انتخاباتشون. پس زنان هم باید بیارن، اما زمان شاه گناه بود، حرام بود. دیروز هم الحدث و هم العربیه مصاحبه با دکتر عیاد علاوی کردن. این مصاحبه رو یه تیکه هایش رو من براتون انتخاب کردم میبینید و حرفاشو براتون میگم. ملتی این بخت رو داشته باشه که یه همچی کسی نخست وزیرش باشه مثل ما، در حالا در عراق هم اگر جمهوری اسلامی مانع نشه به راحتی دکتر عیاد علاوی میتونه نخست وزیر بشه. چه میگوید دکتر عیاد علاوی؟ میگه آقا این آقای مالکی این خطره. ادامه مالکی یعنی تقسیم عراق، ادامه مالکی یعنی جنگ شیعه و سنی، ادامه مالکی یعنی تفکیک دولت. میگه من برای همه این رهبران کشورهای همجوار نامه نوشتم، تماس گرفتم، به جمهوری اسلامی هم گفتم آقا جان این آقا رو باید کنار بگذاری، بودن این آقا فاجعه است. آقای خامنه‌ای به چند زبان و چقدر آدم باید به شما بگه؟ نوکری رو که فقط کروات جواب بکنی میاد شما رو میله پاتونه میبوسه، فکر نکنید به مصلحت ایرانه. این آدم دشمن ایرانه، چون با عملکردش ایران رو در خطر قرار میده. بله یه نفر میگفت بله آقای نوریزاده از یک طرف با مالکی بده، از یک طرف میگه داعش و جمهوری اسلامی. گفتم داعش سوریه، داعش. حالا اینم گندش در میاد، میبینید چه خبره. اما مخالفان سوریه در یه وضع بدی قرار دارن. در داخل ارتش آزاد میگه آقا به داد ما برسید، اینا تو ترکیه جمع شدن که احمد جربای نوکر قطر رو بذارن کنار، بتونن یه آدم حسابی بیارن. هنوز تصمیم نگرفتن. داخل حلب در خطره، اگه حلب سقوط بکنه در دست رژیم، اپوزیسیون در وضع بسیار خطرناک قرار میگیره. حالا الان در ترکیه امشب قاعدتا باید رهبرشون انتخاب بکنن، دورش هم از 6 ماه 1 سال میکنن که 6 ماه نباشه که قابل تمدید باشه. امیدوارم به نتیجه برسن و ما فرداش خبرش رو بتونم به شما بدم. در عراق هم که گفتم آقای مالکی مشغول دیوار کشیدن دورش. یه خبری هم دیدم خیلی جالب بود، تلویزیون حاج عزت هر ثانیه 16 میلیون تومان درآمد، هر ثانیه. و اون وقت تازه از شما هم پول میگیرن مثل بریتانیا. حالا اینجا وقتی پول میدی برای بی بی سی برنامه میگیری چیز تماشام، تو ایران چی 30 تا کانال درست کردن، از شما هم پول میگیرن، هر ثانیه هم 16 میلیون تومان درآمد داره. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.